سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل عصر بازی خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید ماه اکتبر از راه رسید و ما میخواییم در این ویدیو 15 تا از خفن‌ترین گیم هایی که در این ماه منتشر شدن یا قرار منتشر بشن رو بهتون معرفی کنیم. اما قبل از هر چیز اگر تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید، حتما ویدیوهامون رو لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید. بزن بی‌معطلی بریم سراغ معرفی بازی ها. شماره 15 The Lords of the Fallen. تو جایگاه شماره 15 بازی Lords of the Fallen رو داریم. اگر به نسل تازگی سولز لایک علاقه دارید و دلتون مکانیسم یونیک و قشنگی میخواد، این بازی برای شماست. مخصوصا اینکه یه فاز دنیاهای موازی داره که با استوری لاین مچ. البته پیشنهاد میدم قبل از اینکه برید و Lords of the Fallen اصلی رو بازی کنید، میتونه بهتون یه عالم پیش زمینه بده. تاریخ انتشار 13 اکتبر و روی پلی‌استیشن، ایکس باکس و پی سی قابل اجراست. شماره 14 فورزا موتور اسپورت. بازی بعدی یعنی شماره 14 فورزا موتور اسپورت که یه جور بازساخت، در واقع یه گیم فورزای دیگه است. توصیفی که راجب این بازی به کار بردن، تکنیکی ترین و پیشرفته ترین گیم مسابقه‌ای هستش که تا حالا ساخته شده. من نمیدونم این درسته یا نه، اما با چیزایی که تا حالا ازش دیدم معرکه به نظر میاد. از زمین مسابقه گرفته تا مکانیزم بازی، فیزیکش، گرافیکش و حتی آب و هواش، همه معرکه و خفن به نظر میاد. من خودم که خیلی برای این بازی هیجان دارم. فکر میکنم 10 اکتبر تاریخ انتشارش باشه. شماره 13 دارک انوای. بریم سراغ جایگاه 13 هم دارک انوای که یه RPG کوآپ استراتژی کلاسیک محسوب میشه و از جایی که ما داریم حرف میزنیم بازی خوبی به نظر. سبکش یه جورای شوتینگ با جادوگری، چیزای سحرآمیز و افسانه سرنوشتو. کاراکترتون هم نقش یک شکارچی بود، اما غیر از اینها چیز دیگه ای نشون نداد. البته خب واقعا گیم پلی باید خودشو خوب نشون بده که میت. منتظر این گیم در 24 اکتبر باشید و میتونید روی پی سی بازیش کنید. شماره 12 The Lord of the Rings Return to Moria. شماره 12 گیم The Lord of the Rings Return to Moria را. یه بازی سبک سروایبل رو تصور کنید که توش جیملی میاد و تصمیم میده. هگ، بیاید بریم سرزمین دواربرن رو پس بگیریم. گیم پلی به سبک کوآپ یا مولتی پلیگر، در حالی که میرید اعماق زمین و جاهای عجیب غریب تا منبع بقا پیدا کنید. به نظر میاد کلی فایت و مبارزه هم در راه باشه و نه فقط با اورک ها، بلکه با موجودات هیولایی که به خوابتونم نمیبینید. تاریخ انتشار این بازی 24 اکتبر و روی PS5 و PC اجرا میشه. شماره 11 توتال وار فیر. تو جایگاه شماره 11 بازی نیست جز توتال وار فیر. اگر فن توتال بار باشید باید سریع فهمیده باشید که با چه گیمی سر و کار دارید. راجبش بخوام بگم حقیقتا تو این یکی تونستن سطح بزرگی از زمینه های مختلف رو پوشش بدن که کار رو قوی تر میکنه. همچنین گفتن که انگار قرار پلیگرها تصمیمات کمتر اما با تأثیر بالاتری داشته باشن. نمیدونم این نکته مثبت بازیه یا نه، اما به نظرم زیاد اهمیتی نداره. من که جذبش شدم و دوست دارم ببینم که چطوریه. زمان انتشار فیرو 11 اکتبر و روی پی سی قابل اجراست. شماره 10 جوسا. بریم سراغ شماره 10 یعنی گیم جوسا. یه بازی پلتفرمیه از کمپانی دونت نات. چند ماه پیش هم یه دمو ازش در اومده بود که نمیدونم بازیش کردید یا نه، اما خب پلتفرمی فکر کنم کلمه خیلی درستی برای ژانر این بازی باشه. گرچه کاری که شما انجام میدید پازل حل کردن و بالا رفتن. مثلا اگر گیم آنچارتد رو یه بازی فکری در نظر بگیرید و مراحلش رو چندین پله سخت‌تر کنید، احتمالاً یه چیزی شبیه به جوسانت بشه. این بازی برای پلی‌استیشن، مجموعه ایکس باکس و پی سی 31 اکتبر منتشر میشه. شماره 9 سونیک سوپر استارز. توی جایگاه شماره 9 ما سونیک سوپر استارز رو داریم که به نظر میاد قراره بالاخره تلسم سونیک 2.5D رو بشکن. منظورم بازی‌های سونیکیه که کاملا سبک 2D ساخته شدن، اما 2.5D و 3D به نظر میاد. از چیزایی که ما دیدیم شواهد نشون میدن سونیک سوپر استارز بیشتر قرار شبیه سونیک مانیا باشه تا سونیک ده هجهاگ 4، و قرار سبک بازی کوآپ 4 نفره باشه که به نظر من یه ایده کاملا خفنه.
اگه تونسته باشن این یکی رو جوری که طرفدارا میخوان درست کنن، پس احتمالاً قراره بهترین ایده بازی سونیک 2D بعد از سونیک مانیا باشه. سونیک سوپر استارز رو میتونید روی پلی‌استیشن، ایکس باکس، نینتندو سوئیچ و PC در تاریخ 17 اکتبر امتحان کنید. شماره 8، گوست رانر 2. با جایگاه شماره 8 تعلق داره به بازی گوست رانر 2. اگر گوست رانر اصلی رو بازی کردید، شاید در نظرتون بوده که شبیه گیم میررز ایج حساب میشه، اما خیلی خیلی خشن‌تر. حالا این یکی به نظر میاد که خیلی به بازی اصلیش پوینت‌های مثبتی اضافه کرد و پیشرفته تره. مثلا یه موتورسیکلت به گیم اضافه شده و خب موتورسیکلتا محشره. غیر از اون گرافیک بازی هم ارتقا پیدا کرده و خب با وجود دمویی که ازش چند وقت پیش منتشر شده دیگه چیزی برای اضافه کردن نیست. منتظر گوست رانر 2 در 26 اکتبر برای PS5، ایکس باکس و ویندوز باش. شماره 7، Alan Wake 2. رسیدیم به بازی شماره 7، بازی Alan Wake 2. Alan Wake 2 در مقایسه با بازی اصلی کاملا داخل سبک بازی‌های ترسناک و سروایوول قرار می‌گیره که از اونجایی که همه این انتظار رو از Alan Wake اصلی داشتن، تغییر و پیشرفته خیلی خوبی. همینطور کمپانی رمدی تا حالا چند بار ثابت کردن که واقعا چی تو چنته دارن. مثالش بازی کنترل که شاهکاریه برگ خودش. من خودم از Alan Wake 2 همچین انتظاری رو دارم و مشتاقم ببینم که چطور از آب در میاد. تاریخ انتشار بازی 27 اکتبر و قابل اجرا بر روی PS5، ایکس باکس و PC. شماره 6، EA Sports UFC 5. میریم سراغ شماره 6، گیم EA Sports UFC 5. حقیقتا راجع به این یکی اطلاعات زیادی در دسترس نیست، اما خب مدت زیادی از انتشار UFC 4 در 2020 گذشته و پلیگرها به یک سری جدید نیاز داشتن. در کل این مجموعه به شدت خفنه و اگر طرفدار این سبک از بازی ها نباشید میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید، مخصوصا اینکه قدمت این بازی های UFC به حدی میرسه که یه جور کلاسیک محسوب بشه. EA Sports UFC 5 17 اکتبر منتشر میشه و فعلا فقط برای PS5 و ایکس باکس قابل اجراست، اگرچه بعدن ورژن PC هم در دسترس قرار میگیره. شماره 5، سوپر ماریو برادرز واندر. تو جایگاه پنجم سوپر ماریو برادرز واندر رو داریم که از خیلی از لحاظ شبیه بازی سونیک سوپر استارز که یکم قبل‌تر راجبش حرف زدیم. این یکی هم یک کوآپ پلیگر 4 نفر است با نمایش و گرافیک فوق‌العاده زیبا و تازه انگار قراره یه سری ایده اورجینال هم داخل بازی پیدا بشه، گرچه مشخص نیست چه چیزایی. دوستانی که خودتونو برای سونیک سوپر استارز گرم کرده بودید، سوپر ماریو برادرز واندر رو هم به لیستتون اضافه کنید. فکر نمی کنم که پشیمون بشید. این بازی بر روی نینتندو سوئیچ در تاریخ 20 اکتبر قابل اجراست. شماره 4، سیتیز سکایلاینز 2. شماره 4، میریم سراغ بازی سیتیز سکایلاینز 2. با اینکه راجع به این گیم هنوز زیاد نمیدونیم، اما از اونجایی که سیتیز سکایلاین اصلی بازی خفن و جالبی بود و سیتیز سکایلاین 2 قرار ورژن گسترده تر همون بازی باشه، به نظر نمیاد که یه تجربه بد باشه، مخصوصا اینکه در نسخه جدید انگار قرار یک تکنولوژی جدید به جامعه داخل بازیتون اضافه کنن و یه سری ایده جدید دیگه هم در راه هست. این بازی یک شبیه ساز شهریه. قبل از این بهترین نوعش بوده و حالا اونها بهترش هم کردن. طرفداران قدیمی گیم سیم سیتی شاید لازم باشه هیجان زده بشن و تا 24 اکتبر منتظرش بمونن. شماره 3، دیتکتیو پیکاچو ریترنز. جایگاه شماره 3 از لیست بهترین بازی‌های ماه اکتبر متعلق هست به بازی دیتکتیو پیکاچو ریترنز. یه ادامه برای بازی‌های 3DS که قاعدتاً از بهترین ویدیو گیم‌های الهام گرفته شده استش که تا حالا ساخته شده. پایه بازی بر اساس ماجراجویی. البته بگم مثلا با پوکمون زمین تا آسمون فرق داره، اما بازی باحالیه. اگر تا حالا با دنیای کارگاه پیکاچو آشنا نشدید، باید بگم که واقعا بامزه است. فقط شنیدن صدای حرف زدن پیکاچو اونقدر خنده‌دار هستش که بخواید یا نخواید جذبش میشید. دیتکتیو پیکاچو ریترنز رو میتونید بر روی نینتندو سوئیچ و در تاریخ 6 اکتبر امتحان کنید.
شماره دو Assassin's Creed Mirage و شماره دوم میرسیم به بازی Assassin's Creed Mirage، بازی که خیلی منتظرش بود. من خودم از ایده کوتاه‌تر و داستان محورتر Assassin's Creed خیلی خوشم و با اینکه Assassin's Creed Mirage بیشتر حالت ویدیو گیم تور داره و کاملا اوپن ورلد تعریف شده، جریان یک شهر مستقل و شما یک اساسین هستید، یه عالم دزدی اتفاق میفته و قضیه ادامه دارم هست. همونطور که قبلا هم گفتم ملت زیادی منتظر این بازیان و خب با توجه به سابقه کمپانی یوبیسافت حواسا به Assassin's Creed Mirage حسابی جمعه. منظورم اینه که بیشتریاتون احتمالاً میدونید یوبیسافت چه کارگ خفنی میتونه ارائه بده و در این حال اون کارگ خفن رو با موجی از خلاقیت بولترش کنه. تاریخ انتشار بازی 15 اکتبر و روی ایکس باکس و پلیستیشن و پی سی قابل اجراست. و بالاخره در جایگاه شماره اول از لیست 15 تایمون مارفلز سپایدرمن 2 قرار میگیره. رفقا این ماه قرار به شدت بهتره کنه. یه عالم بازی هست که من خودم خیلی مشتاقم بازیشون کنم و مارفلز سپایدرمن 2 قراره یکی از اونها باشه. و همینجا بگم این گیم یکی از بهترین بازی های سوپر هیرویی هستش که تا حالا ساخته شده و تمام. سپایدرمن 2 یه ادامه است در واقع برای بازی قبلی و به بهترین وجه ممکن ارتقا پیدا کرده و این فقط یک بزرگ نمایی نیست، مکانیزمش جدیدتر شده، داستانش جذب کننده تر شده و لباسها و رفقا و اسکیلها و کاستومها. شما نیاز نیست برای کاستومها پول پرداخت کنید. شما میپرسید لباس ابرقهرمانیتون کجاست؟ جواب ساده است، داخل منوی که بعد از شروع بازی قابل دسترس میشه. این گیم محشر 20 اکتبر روی پلیستیشن منتشر میشه و مطمئن بشید که بازیش میکنید. بسیار خوب، ممنون که تا اینجا این ویدیو با من همراه بود. امیدوارم که شما هم مثل من مشتاق منتشر شدن این بازی ها باشید. هر کدومش رو که بازی کردید یادتون نره که در کامنت ها نظرتون رو راجبش بهمون بگید. برای آشنا شدن با گیم های بیشتر چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید و میتونید به آپارات ما هم یه سر بزنید. پس تا ویدیو بعدی وقتتون بخیر، خدا نگهدار رفقا.